سلام صبحتان بخیر، شما خوش آمدید بیننده برنامه تندر به گونه زنده از دنیا رسید. در برنامه تندر امروز هم روی اطلاعات افغانستان خواهیم پرداخت، اطلاعاتی که بیشتر مرتبط به افغانستان است. اما برمیگردیم به سرخط رویدادهای این برنامه. نمایندگان ولایت‌های شرقی در شورای ملی هشدار می‌دهند اگر به تهدیدات امنیتی ولایت‌های ننگرهار، کنر و نورستان توجه جدی صورت نگیرد، در این فصل جنگ جدی میان نیروهای امنیتی و طالبان آغاز خواهد شد و این دایشتی التایی و البته مخالفین د حکومت شته دي او فعالیتونه د پخوا په نسبت باندې ډیر دي، البته مرکزونه دي، زدانه رد کوم چې البته مخالفین او مرکزونه نشته دي او درجات یې البته د حکومت رسیدګي هم نه ده شوي. و موږ امنیتي ځواکونو موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ به په مختلفو ځایونو کې خپل عملیات وکړو. طالبان هنوز هم در خاک پاکستان تمویل و تجهیز می شوند. مسئولان وزارت داخلی کشور می گویند طالبان در سال جاری خورشیدی از حامیان گسترده بیرونی برخوردار خواهند بود. هنوز هم دشمن در بیزنس افغانستان از امکانات و سهولت های برخوردار است. با تاسف مراکز ترویج تروریسم آن سوی مرز از بین نرفته، منهدم نشده. با تاسف هنوز هم امکانات مالی و تسلیحاتی در اختیار دشمن هست. با تاسف تدبیرات لازم هم است برای داعش. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست از قطع جنگلات و قاچاق آن از برخی ولایت‌ها به بیناس کشور ابراز نگرانی کرده، از نیروهای امنیتی کشور می‌خواهند تا در این زمینه توجه جدی نمایند. متاسفانه قطع جنگلات فعلا موجود داره در کشور، خصوصا در صفحات شرقی کشور، در صفحات شمال و در پستلق یا جنگلات پسته قطع جنگلات جریان داره و یک مشکل هست که دولت در مجموع نتانسته یک اقدام مؤثر و خوب را در این قسمت داشته باشه. کمیته گزینش کمیسیونها کمیسیون‌های انتخاباتی اگر به زودترین فرصت کارشان را آغاز نکنند، ایجاد این کمیسیون زیر پرسش خواهد رفت. هر قدر که این پروسه به ترازا کشانده شود و حکومت نتوانه به مسئولیت خود برسد، به همو اندازه باور مردم نسبت به دولت، نسبت به حکومت و نسبت به پروسه انتخابات، مردم سالاری و شایسته سالاری متاسفانه کاهش پیدا میکنه و این موجب مایوسیت و بی‌باوری بیشتر مردم نسبت به دولت. صبحتان بخیر، بازم شما خوش آمدید بیننده برنامه تندر از نوری نسید امین اطلاعات. تا دقایق دیگر در پی خاتمت، اما در ادامه برنامه امروزمان نخستین گروه از پناهجویانی که به عنوان بخشی از معامله جنجالی میان ترکیه و اتحادیه اروپا از یونان به ترکیه بازگردانده شده بودند به یک مرکز نگهداری پناهجویان در شمال. تازه‌ترین گزارش در مورد وضعیت مهاجرینی که در چند طرفی مرزها قرار ماندند، همین گزارش تا دقایق دیگر در پی خاتمه. رئیس جمهوری ترکیه با متهم کردن اروپا که کاری برای پناهجویان انجام نمی‌دهد گفت: "صبح بخیر، خوش آمدید. همین اطلاعات و همین گزارش که در مورد مهاجرین داره، ما در چند روز متوالی گزارش‌های در مورد وضعیت مهاجرین در
ترکیه، یونان و بخش از کشورهای اروپایی گفته شد دوباره یک بخش از مهاجرین بازگشت داده میشن که روز گذشته یک مجموعه از مهاجرین به ترکیه بازگشت کردن و امکان داره که اینا دوباره پس به افغانستان دوباره رد مرز شوند. اما در وضعیت مهاجرین که حرف رئیس جمهور غنی زده بود که ما هیچ همدردی با مهاجرین نداریم، از این حرف رئیس جمهور تا به سرنوشت مهاجرین ما که در کشورهای بیرونی به سر میبرند. یک تن از شاعران تازه نفس و جوان هم روز در برنامه خود داریم که روی چند مجموعه از اشعارشان و صحبت‌های را با ایشان در میان خواهیم گذاشت. خیلی خوش آمدید به برنامه. خیلی تشکر. بله، سلامت باشین. بیاین آغاز بکنین شما و مصاحبه یک جوان تازه نفس ما که روی آوردین به شعر و شاعری، صحبت‌ها را این که از کجا آغاز کردین و چه مسائل باعث شد که شما به شعر روی آوردین، شعری که امروز در افغانستان یک بخش عظیم از جوانان به این مسئله رو آوردن، دلایلی که شما باعث به شعر رو بیارین چه بود؟ باقید سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم غیور و شهید پرور این سرزمین و امیدوار هستم شاد و پیروز سربلند باشند. آغاز، البته نمیشه گفت من شاعر هستم، شاعر بزرگوار گفته در جهان شاعر شدم، من کاش آدم میشدم زین فضولی های طبخش بیغم میشدم. آغاز من طولم زیاد وقت نمیشه برای نوشتنم، من از آغازی که فرخنده شهید و شهادت رسوندن و همون چوبی که وزیر زنخ فرخنده شهید خورد و همون یک جرخه برای من وارد شد و من در خانه برای من گفتن که بید در مورد فرخنده شهید یک چیزی بنویس، او آغاز بود و تا حالا که تا اینجا رساندیم نوشتیم بیا وحدت کنید افغان بسازید و مثل لاله و ریحان بسازید نباشد افتخار چوکی و قدرت بیا مکتب به یه طفلان بسازید و یا نوشتیم شاعرم من از دیار شاعرها در دکانم نه کبرس نه ریا زرخران زربر دارن ببرن ورنه با خود میبرم در زیر چا گرده هم تحویل نفس رسوا شوم گنج ما به اندر این ویرانه ها بلبل شوریدم نالم بس نیست کسی افسون این افسانه ها. دیدم ببین که واقعا امین حادثه را که شما یادآوری کردین، حالا سه فرخنده را یادآوری کردین، چه تصور میشد بر ذهن شما؟ ایجاد شعر نیاز به یک دنیای داره که در اون دنیا از شکوه ها و از درد اندو حرف زده میشه و اون درد اندو و شکوه ها باعث میشه که چیزی طرح شه به ذهن و به روی کاغذ آدم نوشته بکنه. امون اندوخته ها واقعا چی بود؟ امون دنیای را که شما واقعا رفتین لمس کردین و یک دنیای پر از درد شاید بر بینده ها در میان بگذاریم. کشور ما انسان ارزش نمیدن. یک مملکتی هستیم که آتش میزنن آدم ها را، گردن میزنن، قتل میکنن، تجاوز میکنن، اهمیت نمیدن برای قشر جامعه، برای خانم ها. و ببین در مرکز ما داخل کابل و دختر آتش میزنن. گفتیم ای غنی گفتی کارم خام نیست، این جنایت در روم و در شام نیست. هر کسی این دوسیه را پرسان کند در حقیقت حکمی از قرآن کند، هی قاضی این قضیه را دنبال کن، بر سر این قضیهشون جال کن، دشمنان را بی پر و بی بال کن. و یه دامه داره زیاد نوشتیم و حتی ما همین حادثه رو دیدیم، از همین حادثه یک تکلیف پیدا کردیم، بغضم گرفته میشه و بس که میبینم جنگ و کشتار و قتل و آم و همین الان در بغلان چی حالا جریان داره. من از پلخمری هستم، از ناحیه اول پلخمری و اونجا زندگی، هر صبح هر روز سر ما بمب است، توپ و تانگ و صدای. ما یک شعر هم نوشتیم بخنده کوه و دشت و لاله من، ز هجرت خالی گشته پیاله من، به غربت پیچیدم در حسرت تو،
وطن ای زادگاه بیچاره من، خرم شادمانیست آرزویم برای کشور صد پاره من. خدایا قد بساز دست تجاوز که سوختن خانه و کاشانه من. چه حالت جریان داره به خدا؟ ما نمیفهمیم کجا زندگی میکنیم. ما وحدت میخواییم، ما صلح میخواییم، ما آرامی میخواییم. تا کی تجاوز، تا کی قتل، تا کی کشتار، تا کی هموطنان رو در هر طرف از این زمین خاکی نصفش خوراک نهنگام میشه و نصفش دشت کوه صحرا آتش میزننش. ما نوشته کردیم دلم تنگ است، دلم تنگ است در این ملک، صدای توپ و تفنگ است در این ملک. نداریم فکر حرام هر شب و روز، سر هر باخرت سنگ است در این ملک. شدیم تومه گرگان درنده، دو شیر وحشی با جنگ است در این ملک. چی داند بی قلم از حکم الله، حقایق زیر آونگ از در این ملک. بود وحدت با دشمن مشت سنگین، ز نفاق موش چوب پلنگ از در این ملک. بیا فضلی مبند چشم حقیقت، دیگر نفاق هزار ننگ از در این ملک. خیلی زیبا بود نوشته هایتان فضلی صاحب و صحبتم خیلی جالب است. وقتاً بغلان و کندوز در این شهر وقتاً خیلی هم نارام است و بازم حملات شدت پیدا کردن. باورتان چی است که در افغانستان اگر ما یک بخش از شعرا را بیاییم روزگارانشان رقم بزنیم و بریم مطالبه کنیم، یک بخش از این درد و اشعار نشان دهنده یک درد، یک بغض و کینه مردم است که اون را شعرا بازتاب میدن؟ حس میکنیم که یک دهه که ما پیش روی داریم، این دهه برای شعرا دهه بغض و کینه و ناهنجاری و بی‌ثباتی و احترام نکردن به ارزش و فطرت انسانی است. بله بله، اینجا ما اصلا اهمیت نداره شاعر دهی وطن، ارزش نداره، کسی اهل قلم از اهمیت نمیتن. و اینجا چهار تا نمیدونم چطوری بگویم، والا ما در یک کشوری هستیم که خیلی ارزش انسانی ضعیف است، انسان شناسی ضعیف است و ما را از هر طرف، از هر طرفی که ما میبینیم ما را تحت فشار قرار میدن. ما را فرهنگ ما را ضعیف ساختن. ما با یک فرهنگ غنی داریم، ما را اجازه نمیتن صدای ما را بکشیم، ما را اجازه نمیتن در فضای صلح زندگی کنیم، ما را از پیشرفت و ترقی باز ماندن. ما سوخته زندگی جامعه کسی توجه. من خودم فعلا 4 سال از بیکار هستم و حداقل یک کاری نیست که من امرار معاش از طریق بتانم برای خانوادیم. و او توپ تانگ او آوانه که میاد طرف پل خونی و پسرک من بنام هدایت فضلی هست میاد بغل ما، من اون لحظه نمیفهم کجا هستیم. به خدا دیوانه شدیم، دیوانه شدیم. تا کی جنگ، تا کی کشتار؟ دو تا خواهرم، برادرم شهید شده در این وطن به خاطر دفاع از این وطن. ارزش های شهدای وطن خیلی بالاست، خیلی بالا. من نمیدونم چطوری بگم. قهرمان ملی کجای قهرمان من؟ ما را از هم جدا کردن، زبعد تو رفیقانت ما را یک دم رها کردن. ارزش های این بزرگوار جمعه هم خیلی زیباست. دو مصره یک شما گفتین و یه دامه داره حضور بعد روزای بعدی انشاءالله باشه میگیریم. این جمله خیلی زیباست که بعد از برم برخیست که ما نیست خفته ایم چون گل در بوستان پشمرده ایم. نیست مرا تاب و توان بردگی، ورنه از این ملک رخت خود را بسته ایم.
یا ادامه داره. امین جمله خیلی جالب است، در شرایط فعلی هم صدق میکنه که پس از قهرمان امون هم یار و سنگرش این ملت تنها واقعا گذاشته. اگر نمیگذاشتن امروز پل خمری و کندز و بغلان در این آتش نمیسوخت. تو کجا هستی؟ ما خود ما بله بفرمایید. ما را بعد از قهرمان و شهید از هم پاشیدن، دور رفتن، هدف نمیفهم چی هست. ما مشت واحد باشیم به دهن دشمن میکوبیم. ما وطن ما رو با اتحاد، همبستگی، وحدت ملی میتونیم وطن رو درست کنیم. تابکه تفرقه های ما در زیر خیمه، تابکه درد در زیر خیمه با خدا آفتاب میسوزانه و بیچارگه کاره. وقتی ما میبینم اونجا، ما چند تصویر هم دارم از مدرسه هایی که چکک میکنند تفلک ها در زیر صنف، با هایی که چکک هم میریزن و چکک میکنه و درس خدا نمیخواد. تا کی؟ همین مکتبی که پیش رویم بنام مکتب حضرت زید است و دیروز رفتیم اونجا تصویر گرفتیم، باران کرده بود و اونجا لای و روش یک معلم افتاد بیچاره، دست و پایش پایش شکست است، پای چپش. این وضعیت از دیگه ناانجوری است که یک درد عظیم است، که این درد واقعا درد مشترک است که شما ازش حرف میزنی و این درد تمام مردم افغانستان است. خیلی سپاس عبدالعزیز صاحب، اگر در اخیر کدام صحبتتان باقی مانده باشه در خدمت است برنامه. من خو پیام ندارم برای مردم، کوچکتر از این هستم که پیام داشته باشم. فقط اتحاد، وحدت، همبستگی، همپذیری و همدیگر را بپذیریم میتونم این وطن آباد بسازیم. ممنون، خیلی سپاس. خیلی خوشم تا داخلی رو برمیگریم. تندر دمه خواهد داشت. و این حرفا در حد یک سخنی است که ما با یک روزگار مواجه هستیم که هر فرد در این جغرافیا صدمه از این روزگار می تحمل میکنه و ما مساوی کسی که در اینجا نشستیم و حرفی داریم برای گفتن و مجموعی که اینجا نزد ما میان، همیش ما از جبین زنها یک درد اندوه را برداشت میکنیم و این ناشی از این حکومتی است که ما داریم و کار نمیکنن، فعالیت نمیکنن و خیلی دردآور است. برای یک پدر وقتی صدای شلیک گلوله به گوش میرسه، فرزندش در آغوش پدر خود پنهان میکنه. در قرن 21 در همین جا که ما از نیروهای خارجی، از سفارتخانه ها، از تمویل دنیا حرف میزنیم، وقفه داریم. پس وقفه برمیگردیم.